اوزال که هم با تشدید روی ز خونده میشه و هم به صورت اوزال یعنی بدون تشدید دیده شده، از لحاظ معنی لغوی بنده به نتیجه نرسیدم. از شعبات 24 گانه موسیقی مقامی پیشین ما هست که مراغی اون رو 12 شعبه از 24 شعبه میدونه و مناسب با پرده عراق. دو تا گوشه داشته، گوشه‌هاش اصفهانک و رکب نوروز بوده و چون مشتق از زنگوله است، در زنگوله دو شعبه داشته، شعبه چهارگاه و شعبه اوزال، که اوزال هم خودش دو تا گوشه اصفهانک و رکب نوروز رو داشته. اوزال داره 5 نغمه، یعنی یک ذل خمس بوده. به قول قدیمی ها از نغمه 5 آغاز می شده است، یعنی داره 5 نغمه بوده. چو زنگول مقام آمد به هر حال، زویت و چارگه می دان و اوزال. ز چهارم نغمه آمد چارگه هم، ز پنجم نغمه دان اوزال را هم. و در مجموع ادوار هدایت اومده که پس از زنگوله اندر شعبه قوال، نماید چارگاه آنگاه اوزال. و معتقد بودن که اوزال رو باید در فصل پاییز اجرا کرد. مراغی میگه که شعبه ثانیه عشر که بر جمع نغمات آن بعد ذل خمس مشتمل است و بر جنس حجازی به یک بعد تنیمی زیادت است و از نهفت به یک بعد ذل اربع اقل، یعنی از نهفت یک دانگ کمتر داشته و از حجازی یک تنیمی بیشتر. اگر از دو بخوایم در نظرش بگیریم، دو میکرون فا سل که شامل مجنب تنیمی مجنب شاید یه چیزی شبیه به مخالف سگاه ما، الف جیم و پی جیمی یا، و بر وتر عود می شده مطلق بم مجنب بم زلزل بم مطلق مثلث و سبابه مثلث. مراغی تصنیفی در عمل اوزال ساخته. قبلا به تصنیف ها گفته می شد عمل. مراغی عملی در اوزال ساخته بوده در دور مخمس. در برخی از رسالات غزال هم دیده میشه که تحریف اوزاله، مثل غزال در معرفی 32 مقام علی جوجانی از ادوار ملایم در شرح ادوار صفی‌الدین ارمدی. از لحاظ تطبیق اسامی درجات کام قدیم با نوت موسیقی امروز، اوزال برابر با سیکورون ماست. امروز اوزال در شور همایون و البته در نوا هم ذکر شده، در بورالارهان در نوا هم اومده، در سلسله مراتب عراق اوزال دناسوری و رهاوی. در شور هم از تونیک شور آغاز میشه، یعنی اگر شور سل داشته باشیم از سل، یا از شور ره داشته باشیم از ره آغاز میشه. ابتدا به دنگ پایین رونده میره و بعد به دنگ بالا رونده حرکت میکنه. در توالی خارا، قجر، ملانازی اوزال و در برخی ردیف ها در توالی سلمک، گلریز، مجلس ابروز، اوزال و بزرگ قرار میگیره، مثل ردیف میرزا عبدالله. در همایون هم در توالی بختیاری، مؤلف، اوزال و دناسوری وجود داره. اگر ما شور سل داشته باشیم، یک هنگام بالاتر معمولا اوزال به این شکل میگیره. خیلی شبیه به درآمد خارا میتونه باشه از این بابت، چرا که به دانگ قبلی ره میکرون فاسول اشاره میکنه که دانگ پیشدانگ شور هست. اگر ما این رو یه اکتاف بالاتر در نظر بگیریم، بنابراین از این نگاه میتونیم اوزال رو یک هنگام بالاتر دقیقا درآمد خارا در نظر بگیریم. اما نگاه بهتر میتونه این باشه که اوزال حالتی به عنوان یک اوج بر حسینی هست، یعنی وقتی ما در شور دوممون، در شور سل که هستیم، شور دوممون رو دو شکل میگیره. برای این شور دوم یک
حسینی داریم که روی سل شکل میگیره و لاب مل هست، حالت کردی بیات یا حجاز رو داره. و بعد یک دنگ سل لاکرون سی به مل دو، یعنی دنگ شوری در کنار اون دنگ دشتی فا سل لاب مل سی به مل شکل میگیره و ما رو به سمت اوج میبره و اسمش خواهد بود اوزار. در ردیف دوامی هم در شور ره که هستیم، در سلمک که سل باشه، ما یک حسینی داریم روی نوت ره تشکیل میشه و بعد با میکرون کردن و به سمت سل رفتن میتونه اوزار شکل بگیره. در حرکت های بالا رونده دنگ شور استفاده میشه، در حرکت های پایین رونده می به مول میشه و دنگ دشتی دور ره می به مول فا استفاده خواهد شد. این برداشتی است که من از اوزال در ردیف دارم.